از خوششانس‌ترین آدم‌های رو زمین شما بودی. بله همینطور. به دلیل این همه زمانی که مشترکی که با هایده گذروندی. روح شاد. بله. خاطره‌ای دارم از زنده یاد بانو هایده، خیلی شنیدنیه، خیلی جالبه که شما هم بدونید. ممکنه قدری پر حرفی بشه ولی ارزش داره. من در شهر کشور اسرائیل با بانو هایده و آقای معین عزیز، آقای محمد حیدری زنده یاد و آقای بهروز پناهی ویولونیست آقای معین بودن، رهبر ارکسترشون بودن و آقای محمد حیدری رهبر ارکستر خانم هایده بودن که سفر کردن به اسرائیل و من در اونجا در خدمتشون بودم با عنوان اون دختر کوچیکه، اون خواننده کوچیکه، اونی که کنار هایده زنده میشد. یادمه که چندین شهر بزرگ و کوچیک برنامه داشتن. آقای معین خوب یادشونه. کاش بشه یه روز آقای معین هم بیاریم اینجا خاطرات سه نفری تعریف کنیم. ما به شهر اورشلیم رفتیم برای خبر از آقای پناهی هم دارید بخشی میونه کرمتون اومدم دیگه نمیام. فقط آخریش من از آقای پناهی هیچ خبری ندارم متاسفانه، ولی ایشاله که سالم ان ایشاله که سر حال زنده باشه. اگه بود یه سه نفره شوی میذاشت. اجازه میدی من تعریف کنم؟ من دیگه صحبت نمی کنم. رشته کلام از من نگیرید. رشته مشته رو کامل در اختیار شما میذارم. ما برای کنسرت بزرگ در یک سالن ورزشی 5000 نفره به شهر اورشلیم رفتیم که اونجا بهش میگفتن یروشلایم. رفتیم توی هتلی و خب شب برنامه داشتیم و خیلی جالب بود که وقتی که بانو هایده و آقای معین و اینا توی هتل بودن، ظهرش میخواستیم بریم برای نهار. اونجا یه بازاری داره به نام بازار عربا، کوچه عربا بهش میگن. اونجا رستوران عربی داره، علی جون غذاهای عربی داره و غذای سالمی داره و مردم خیلی میرن اونجا غذا میخورن وقتی میرن برای زیارت خانه خدا. مگه اسرائیل توش عرب هم هست؟ 100%. توش عربه، توش ترکه، توش مسیحیه، توش ارامنه هستن. اصلا شهرک ارامنه دارن. چون متاسفانه نسل من برعکس نسل شما به دلیل اتفاقاتی که در ایران می افتاد، اطلاعاتمون راجع به مردم اسرائیل و نوع قومیت هایی که اونجا وجود داره و نوع زندگی که دارن صفر صفره. فقط از تو ذهن ما یه چیزی ساخته شده که اسرائیل یه گنبد آهنینیه که یه سری مردم بسیار بد و بسیار آدم هایی که غیر قابل تحملن دارن اونجا زندگی میکنن بس. و باید هر کاری بشه کرد که این مردم رو نابود کرد. خب اون شستشوی مغزی منفیه، ولی در حقیقت اسرائیل مردمان بسیار خوبی داره، بسیار با فرهنگن، بسیار انسان دوستن، بسیار خیرن، بسیار فرزند دوست و بچه دوستن و به عقاید دیگران احترام میذارن و به مذاهب دیگران هم احترام میذارن. در اسرائیل ارامنه وقتی ژانویه و کریسمس میشه شهرشون چراغونی میشه، تمام درختها چراغونی میشه به احترامی که برای مسیحی ها. بله، برای ارامنه و مسیحی ها قائلن. همینطور
عربا وقتی عید قربان میشه همه ارزش قائلن، وقتی برای عید یهودی ها میشه همین الان توی ارتباطات عمومی مردم اونا به اینا احترام میذارن، این افراد به اونا احترام میذارن، زیر یک آسمان آبی داریم زندگی میکنن اونا. و اگر قرار میشه که احترام نباشه آیا میشه زیر یه سقف زندگی کرد؟ همه هم دیگر رو میخورن که نه. پس بنابراین خیلی جالبه که برخلاف این همه تبلیغات منفی که بر علیه مردم اونجا میشه، اینقدر جو دوستانه حاکمه که شما اونجا وقتی بودید زندگی کردن 5000 نفر آدم اومده هایده و ابی رو موینو در سالهای اوائل انقلاب، یعنی مثلا الان اگه بخوام بزنم شاید 20000 نفر بره، 20000 نفر الان بالای 100000 نفر آدم میره. اولین کسایی هستن که برای کنسرت ها با جون دل پول خرج میکنن میرن، اولین کسایی هستن که احترام بزرگتر و مادر و پدر رو به جا میارن، اولین کسایی هستن که ارزش بزرگترار تو خونه حفظ میشه، ارزش بچه های کوچیک تو خونه حفظ میشه، تو اجتماع تو مدرسه حفظ میشه، اولین کسایی هستن که به نظر من چیزی که من دیدم، من نه تبلیغات میکنم و نه، ولی چیزی که با این دوتا چشمام دیدم، من اونجا سالها زندگی کردم، اولین کسایی هستن که اگر یک نفر فقیره دستشو میگیرن، غذا بهش میدن، کمکش میکنن و قشنگترین قلب دنیا رو هم دارن و حمایت میکنن از همدیگه، هدایت میکنن همدیگر رو. اولین کسایی هستن که وقتی بچهشون میخواد عروس بشه، داماد بشه، بهش زندگی میدن، پول میدن، کار میدن، امکانات میدن که محتاج پدرزن نشه یا عروس زندگیشو صدقه سر کسی دیگه نگیره. و خیلی جالبه که وقتی که میرن عروسی میکنن، عروس داماد ممکنه هیچ پولی نداشته باشن، هیچی، انقدر پول جمع بشه که اصلا نیازی، ولی مردم توی اون پاکت هایی که برشون هدیه باید ببرن دعوت میکنن، علی جان پول میذارن، توش چک میذارن. حالا این برنامه خواننده داره، گل داره، شام داره، لباس عروس داره، لباس داماد داره، نمیدونم همه چی برای یک عروسی به نحو احسن انجام میشه و پولشو مردم میدن. و البته توی ایران هم این سنت هست و شاید ریشه از اونجا گرفته، یا شاید اونجا ریشه از این طرف گرفته. نه، این ریشه قدیمیه. بله. توی ایران کاسه بشقاب می‌بردن با یه لیوان 6 نفره چای خوری و خیلی می‌خواست ارزش قائل شه، این دستدار طلایی‌ها می‌بردن و اینا. ولی اینجا فقط پول می‌برن. توی هر مهمونی که توی سالن برگزار بشه، حالا یا تولدای بچه‌هاست که عالی میگیرن، به نحو احسن میگیرن، عروسیشون، پاتختیشون، حنابندیشون، تمام اینا در حد خیلی خیلی معتبر و بالا میگیرن، در حد ارزش‌های مهمانانشون. و این پول به قول خودشون میگن امانت دست ما، امروز شما برای من پول میاری، توی عروسی دختر من پول میاری، فردا دختر شما عروسی میکنه، من همون پولو می نویسم، فلانی 1000 دلار، فلانی خانواده فلان 500 دلار، خانواده فلان 100 دلار، و همون اون تاریخ هم جلوش هست، عروسی مثلا میشل و داوید فلانی اینقدر آورده، عروسیش بلا فاصله یا تولده یا عروسیه متقابل، اونو برن متقابل همون پولو میبرن. حالا یه موقع 6 ماه دیگه عروسیش میشه، یا پول ارزشش میره بالاتر یا میاد پایین تر، میاد پایین تر، ولی معمولا همه
دلار میذارن که بالا پایین ای جان همه قربونمون دلار جان جانان و یورو یورو هم من خیلی دوست دارم. گفته بودم نه نه گفته بودی ولی بعدم بگو حتما چقدیشو دوست داری. بیت کوین هم یه علاقه جدیدی نسبت بهش پیدا کردم. بله خب از برنامه اومدیم بیرون الان بریم بشیم بازار مالی. ولی اینو میخواستم خدمتتون بگم از بس خارج نشید با تو نمیشه. نه 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 راجب همین مطلب میخواستم بگم که خیلی جالبه من با بانو که صحبت میکردم وقتی تعریف میکردش از خاطراتش میدیدم که چقدر ایرانی اونجا داریم که خواننده های ایرانی وقتی میرن اسرائیل برنامه میذارن به خاطر ایرونی ها میرن اونجا، یعنی آقای موهین یا خانم هایده یا آقای امید وقتی میرن اونجا 99% ایرونی ها میشینن به آهنگاشو گوش میکنن. فقط ایرانی ها؟ البته عروس اسرائیلی دارن که میره، داماد اسرائیلی دارن که میره، تو خونه هاشون آهنگای ایرانی میذارن میرخصن، همه خانواده شبای مخصوص به اصطلاح جمعه شب که میشه همه خونه مادر و پدر هستن، حالا نوس نتیجه از عروس داماده، یه میز 13-14 نفره 30 نفره 50 نفره 2 نفره 6 نفره به هر حال خونه بزرگتر هم. یا خونه مادر شوهر یا خونه پدر شوهر یا خونه داماد یا خونه عروس، همه دور هم جمع میشن، سفره میچینن، غذا میخورن، دعا میکنن، تشکر میکنن از خداوند به خاطر اون سفره‌ای که خداوند براشون لیاقتش رو پیدا کردن که برکت الهی رو بخورن و دعا میخونن برای همه، دعا خیر میخونن برای من شما، دعای خیر میخونن برای بیمارا، برای فقرا، برای اونا که دستشون خالیه و واقعا با تمام وجود دعا رو میخونن. بله پس بنابراین نمیتونن آدم های بدی باشن، هیچ کس بد نیست، به نظر من هیچ کس بد نیست، بعضی ها ممکنه یه قلب بد داشته باشن، منفی فکر کنن، ولی آدم بدی نیستن، گاهی گول میخورن، گاهی اشتباه میکنن، گاهی منحرف میشن، گاهی اشتباه میکنن، گاهی اصلا بعضی شغلشون انحراف فکری دادن دیگرانه. خب این دیگه منفور کردن یک مذهبه، یک دینه، یک موقعیته، یک ملیته. شما میدونید تو کشور خودمون ایران ما چقدر یهودی داریم؟ بله میدونم. من اولین بار یه همسایه خیلی خوب و مهربونی داشتیم که معلم پدرم هم بودش و این آدم جز بزرگای محل ما بود، همه هم دوستش داشتن، ما از تو سنی نبودم که بدونم آقا این دینش کیه اون دینش کیه فلاینا. آقا یه روزی ما متوجه شدیم آقا ایشون از یهودیای هموطن ما هستن و بعد دوستی ما با اینا خیلی بیشتر شد و من خونه اینا میرفتم. به من یه روزی برگشت گفتش که ببین تو میدونی این آقایی که انقدر دوستش داری تو خونه اینا نشستیم، عیدم بود اومدیم عید دیدنی همسایگی، یه برنامه طنز داشت پخش میشد، آقای منوچهر آذری، منوچهر آذری میشناسید؟ لاغر بود، شبیه منوچهر با منوچهر رادیو بود. آفرین منوچهر آذری با منوچهر نوذری فرق میکنه. آره. بازیکن بود. آره. تو رادیو. آره. بعد گفتش میدونی ایشون هم یهودیه، خیلی هم موفقه، دو سه تا پسر داره، همش هم دکترن. گفتم شوخی میکنی؟ یعنی حتی گوینده رادیومون هم نمیدونستم که ایشون هم مثلا یهودیه و خیلی هم معتقده و چقدر هم موفقه که پسراش هر جفتشون پزشک شدن و باعث شد که به من اینو یاد داد که هیچ وقت رو ظاهر آدم ها قضاوت نکنم. یه نفر میتونه هر مرام و مسلکی داشته باشه ولی میتونه آدم موفقی باشه. بله بله. خب بریم به یه سفری بزنیم به یه جایی و برگرد. هیچی، ما بلند شدیم رفتیم بازار عربا و آبگوشت و غذاهای عربی و این داستان ها و
هایده جون هم با همه بچه های اکیپ موزیک و برنامه گذار و آقای یادش بخیر انور بود برنامه گذار، آقای حبیب کرد بود، جمشید حبیب کرد روحش شاد، برنامه سازان آقای پرویز کرمانشاهی روحشون شاد، اینا برنامه گذارای اسرائیل بودن که رفتیم برای غذا توی بازار. غذا رو که خوردیم علی جان، یهو صدای اذان الله اکبر بلند شد. حالا ما کجاییم؟ این دیوار مقدس، بغلش غاریه که حضرت مریم عیسی مسیح رو به دنیا آورده، کالسکش اونجاست، گهواره حضرت مریم. اون سنگی که عیسی مسیح روش غیب میشه، مرمری که عیسی مسیح رو میذارن، میگن اصلا افس هم کعبه مریم بود. آره اونجا غیب میشه، اونجاست. این برترش مسجد امام حسینه، منبر امام حسینه که دیوارای بهمنی داره. ژاپنیا در دوران قدیم سوزونده بودنش به همون شکل اینجوری که سوخته، از این دیوارای، از این آجرای بهمنی خودمون داره، آجر بهمنی آره. همینجوری الان هم هست، منبر امام حسین هم اونجاست و روش هم یه دونه، یعنی منبر امام حسین توی بله، اسرائیل هم بله 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 بله. و اونورترش مسجد عمره، تمام دسته هاش طلا، گنبد طلا تمام. و اینا وقتی میری اونجا، خانه خدا، دیوار مقدس خداوند، یک دیواریه که تمامش سنگای مرمره، به اندازه علی جان این میزه هر یه دونش. چرا مسجد امام حسین وسطش وسطش بازه، اینقدر وسط سنگا اینجوری بازه که هر کی نیتی داره مینویسه میذاره وسط اون لای اون سنگ. و تمام این جاهای زیارتگاه‌های ارزشمند در یک محبت است، متوجه؟ صدای اذان الله اکبر که اومد، بانو هایده ایستاد و اونجا همه به احترام صدای الله اکبر نیستن. برگشت، وقتی که تموم شد، اذان الله اکبر تموم شد، برگشت گفتش که من خیلی دلم میخواد که امشب اذان الله اکبر رو من بخونم، مال مغرب. آیا اجازه میدم؟ رفتن با اون که اون بالای منار میرن، اون بالا میشینن، مؤذن میخونه. چی بهش میگن؟ مؤذن. مؤذن؟ آره. این مؤذن به عربیه؟ عربی آره دیگه. آها. اذانگو. اذانگو. آها آفرین. میرن صحبت میکنن، میگن که یک خانومی هنرمند ایرانه و میخواد اذان الله اکبر مغرب و ایشون بخونه و اونا قبول میکنن. ما رفتیم دور زدیم و چرخیدیم و رفتن بازار کاست فروشی. اون موقع سی دی و اینا هم نبود، همه کاست بود. این موضوع مال اوایل انقلاب دیگه تقریبا. اصلا انقلاب آره بابا، سه چهار سال بود. نه اصلا بازم قبل از انقلاب، یعنی بعد از انقلاب. تازه، آره تازه. خلاصه عزیزایی که شما باشید، شد ساعت موعود و بانو هایده رفت اون بالای منار رو اذان الله اکبری خوند که موهای تن آدم اینجوری نیستید، اینجوری آدم لرزه به همه وجودش می افتاد. من اونجا فهمیدم که چه صدای صوت آسمانی خداوند ممکنه به یک نفر هدیه بده و اون تو سینه هیچ کس نیست جز بانو هایده. علی جان از آنی که خوندن اومدن، 300 دلار هم بهش پول داده بودن.
به قول خودش میگه 300 دلار خیلی ارزش داره برام. خیلی اون 300 دلار رو دوست داشت. اومدیم رفتیم تو هتل، گفت ما این نیومده بود. گفت نیومدی، من امشب 300 دلار کاسب شدم. گفت کجا؟ برام نمازان لایک بخوندم 300 دلار من. دادا نمیشه در صبح من بخونم 300 دلار هم من بدم. رفتیم آقا برای آماده بشیم برای فردا شبش که بریم روی صحنه در یک سالن ورزشی 5000 نفره. بقیهشو بگم یا بذارم برای بعد؟ والا هر کدومشو که الان میطلبه. الان چی؟ من میترسم الان هر چیزی بگم الان یه وقتی نه الان آزادی هر چی بگی، برای اینکه اینجا حرف من. آها اینجا الان اینجا میدان آزادیه. میدان آزادی. میدان آزادی. میدان آزادی. من اونقدره. اوکی. اذان الله اکبر مغرب خونده شد. خب بذار من یه دور میدان آزادی بزنم. البته میدان شهیاده. الو خب این که خیلی طولانی شد، دو دور باید بزن. من دورم رو زدم. خب خودت باشی. حالا دیگه الان نمیخوایی سوالی بکنی؟ نمیخوایی چی بگی؟ چرا یه سوال بسن پیش اومد که اون زمان که میخواستید برید میدونستید اونجا قرار 300 دلار بدن یا نمیدونستید؟ علی از اون سوالای پپسیکولوژی که اصلا بی‌معنی، یعنی یه احساسی بود به بانو هایده دست داد زنده یاد رفت. میخوام بدونم تبرک و چقدر این واسهش این پول در نظر گرفته بودن یا مثلا تحت تأثیر قرار گرفتن؟ اصلا تحت تأثیر صداش قرار گرفتن. هدیه دادن به عنوان تشکر. ولی توی ایران ما آیا یه نفر مثلا بره با یه صوت خیلی آنچنانی؟ کاش ما هم چیزا رو یاد بگیریم، چیزای خوب رو یاد بگیریم. اصلا چیزای خوب به این چیزا شاید این یادگاری بود. اصلا تو زندگی و دم و تشکیلات هایی 300 دلار گم بود. اصلا اینقدر 300 دلار براش ارزش داشت که میگم این به عنوان یادگاری اذان الله اکبر مغرب میره تو آلبوم خاطراتم. حالا خیلی جالبه توی اینترنت که میزنی که صدای اذان بانو هایده در اسرائیل چندین تا اذان میاد و یکی از اونها یه خانومیه که در ایران صداش بی نهایت به هایده شباهت داره. بله ولی هایده نیست. ولی هایده نیستش و ما حدود 3-4 سال پیش توی یکی از برنامه ها یکی از خواننده‌های قدیمی کشورمون دعایی که شب احیا میخونن، دعای جوشنکبیر، دعای جوشنکبیر برای ما فرستاد. گفت این دعای جوشنکبیر با صدای هایده. نه خیر نیست. ما هم از همه جا بیخبر اومدیم تو برنامه و گفتیم آقا امشب به احترام شبهای احیا بخشای از دعای جوشن کبیر با صدای بانو هایده رو میذاریم. صدا کوپ هایده. یعنی اصلا هر انسانی گوش میده فکر میکنه اصلا کار هایده دور از جونش زنده شده داره این آهنگ رو میخونه، این دعا رو میخونه. بله. 3-4 روز بعد از این پخش این دعا خود این خانم با ما تماس گرفتش. گفتش که من منزلم کجاست و اطلاعات داد و با هم صحبت کردیم و آشنا شدیم و یه خانم دیگه از دوستان، البته اولش یکی از واسطه از طرف ایشون تماس گرفت، بعد مستقیم ارتباط برقرار نشد، از طریق اون خانم این ارتباط برقرار شد و بعد در انتها توضیح دادش که همه به من میگن که صدای من منتصب ولی من صدام نیست، برای طرفداران خودشون بگید چون خیلی ها میان اینو
گوش میکنن به نیت اینکه صدای هایده است. منم بله بله بله. اصلا این خانم معروف شد در تهران. بله ولی واقعا صدای فوق‌العاده‌ای داشتن و سر سفره‌ها و آره تو سفره‌ها و مجالس سر مجالس احیا و سفره‌ها و اینا میخونن. یه چیزی میگن خانم جلسه‌ای. خانم جلسه‌ای. آره خانم جلسه‌ای بودن. ولی اون صدا با اون صدا قاطی پاتی شده و ما امروز قصد داریم مثل اینکه خیلی چیزا تو برنامه ما اتفاقای تاریخی که میفته اون روز داشتیم راجع به محسود امینی میگفتیم گوشش زنگ بزنه، یه چیزایی اتفاق میفته ثبت میشه دیگه، بعدش برای افرادهای که بعد از این رجوع میکنن به این سند تاریخی دیگه اون شک و شبهه میره کنار. آفرین. چرا؟ آفرین. خود کسی که با هایده اونجا نشسته بلند شده رفیق گرمابه و گلستانش بوده، الان اون صدا رو وقتی ما اینجا میذاریم صدای مورد تایید رفیق پاپریکشه و اون صدای هست تو اینترنت، دقیقاً این همونم از آنم گفتن اون خانوم و خیلی جالبه که اون بیشتر ویو خورده تا این، به خاطر که این با امکانات امروزی بوده. آخه علی جان مسئله اون... اینجاست که اون موقع که کسی در صدد ضبط اون ولی یه نفر ضبط کرده آسمانی نبوده که، ولی یه نفر ضبط کرده صدای بانو هایده رو. من اصلا ولی با امکانات خیلی معمولی، ولی میگم به خاطر اینکه بعدش بعد از گذشت شاید 10-20 سال این خانم هم رفته خونده با یه کیفیت خیلی بالا، اون جدیده رو بیشتر میرن گوش میدن و الان میخوام حتما شما رو سورپرایز کنم بذارم و شما تایید بکنید که این صدا همون صدا بوده. جالبه که بله من فکرش هم نمیکرد که اصلا زد کنه. اصلا فکرش نمیکردم، برای اینکه ما توی محوطه‌ای بودیم که تمام میگم مساجد دورش بوده و همم اونجا بانو هایده رو خودش تصمیم گرفت و قبولش هم کردن و رفت بالا خوند و اومد پایین و خیلی هم هیجان انگیز شده بود و خیلی هم هممون تحت تاثیر قرار گرفته بودیم و بسیار هم زیبا، اصلا صوت آسمانیش رو آسمون صدا رو میدیدی رو آسمون صدا رو میدیدی رو آسمون نمیشنم میدیدی و با همه وجودت میشنیدی صدای بانوهای در. اگه موافق باشید بریم این بخش رو ببینیم. بله بله موافقم. خب برگشتیم به استودیو، در کنار شما هستیم و خیلی مایلم که بدونید در اون سالن ورزشی 5000 نفره چه اتفاقی افتاد. اگه گفتی چه اتفاقی افتاد؟ من که حدس میتونی حدس بزنی؟ اول آقای موین خون، بعد خانم هایده خون و بعد شما هم خوندید دیگه. حتما دیگه وقتی با بانو هایده یه جایی بگید اول موین خون بعد هایده خون بعد من، یه شاید برعکس اصلا نذاشتم من بخونم. چرا؟ ایو داستان شما به دنیا نیومده بودی، اجازه میدادن من کتمو در شما رو به دنیا نیومده. این ماجرا مال چند ساله تعلی جا؟ من 64 سالم. نه جان من چند سالت؟ خودت 42 سالم. 42 سالته. ببین یعنی هنوز تو به دنیا نیومده بودم؟ تو موز که بودم از دقل نمیدونم تو شیر موز بودی میتونستی اونجا یه دونه شیر موز دو بری بذاری اونجا بگی آقا این آدم میدونی که این در آینده صاحب یکی از بزرگترین تلویزیون های اینترنشنال خواهد. خب تو ننوشته تو آینده کسی که تو قراره چی بشی، اونو خداوند تعیین میکنه و این حرمت هم خداوند به تو. چون یه نفر برگشت من گفت تو چغندر بودی بیشتر بهت میخوره، تو لبو بودی تو در امیدوارم که در لبو نبوده باشم چون زیاد حال نمیکنم با لبو. خب بریم سراغ ورزش. بله. مطمئنی؟
من یه وقت پارازیت میندازم دلیل بر بیادبی نگیرید، نه، دلیل نه، بر این بگیرید که میخوام یه مزاحی کرده باشم، یه ذره خنده به لبای گوشه لبای بینندگان جان بیارم. مگه الان بیننده هاتون داره گریه میکنن؟ نه، یعنی الان دارن خاطره گوش میکنن. خاطره رو اینجا نشین، شما الان فلفل هم بالاتری شما سالاد شیرازیه رو داری میدی به مردم، ما هم این وسط رد میشیم. زنده باشی شد. ما شب که شد رفتیم توی برنامه شبانه کنسرت بانو هایده و معین. پوسترهای بزرگ زده بودن، هایده و معین، و منم یه کوچولو این پایین بودم. وقتی رسیدیم اونجا، خب معین بالاتنه آماده بود، یعنی پاپیونو زده بود، کت مشکی رو پوشیده بود و تمام سریقه بلریان دوزی شده بود. موین بله، تمام خیلی شیک. بعد شلوار جین، خب همه میخورد، کل کل میکرد با برنامه گذارا که آقا من بقیه پولم رو همین الان میدین تا من میرم روی صحنه. کوچلوار با گردنبند و گردنبند، نه علی حواست به منه، یه چیزی هم گفتید اینجا رو یقه کار دست شده بود از این نگیندوزی‌ها بود، خیلی هم شیک بود. ولی پیرن مجلسی، کت مجلسی، کت مجلس صحنه. خب شلوارم باید مجلسی باشه. شلوارش جین بود. حالا بذار من بقیهش رو بگم بعد میفهمی چرا. بفرمایید. خب جین بود. آخه یه آن شک شدم. نه شک نشو. وقتی رسید، وقت نشسته بود اونجا، میگفت که میگفت آقای معین مردم سالن موزیک روی صحنه، برو بخون. میگفت بقیه پول منو میارین میدین من میرم به صحنه. آقای محمد حیدری زنده یاد به من گفتش که شهناز تو بیا برو بالای رو صحنه، فعلا تو برو صدای مردم بخوابه. 5000 نفر با هم صدا میکردن، دست میزدن، دست میزدن، خیلی زشت بود. بعد رو میگذارم گفتن آقای معین دارن پولا رو میشمارن، دسته میکنن، میارن براتون، نه شما برین بالا بخونی تا بیاید پول آماده شده. آره میگم نه میگیرم میرم بالا تا ندهی من اومدم. نروم. آره من اومدم رفتم برم بالا، دیدم که از طرف سالون، صاحب سالون اعلام کردن که ایشون نمیتونه بخونه، یعنی من. محمد حیدری عصبانی، یعنی چی نمیتونه بخونه؟ خواننده امشب، عکسش تو پوستر مسخره کردیم، داد بیداد فلان، مردمم سود دست فلان. گفتن نه نمیشه، اینجا هر یک ساعت 10,000 دلاره و ما این ساعت و این پول رو دادیم برای این سالن، برای خانم هایده و آقای معین. بابا ما این بالا نمیره. میگه اون دیگه مشکل ما نیست. آقا بلبشویی بود بیا ببر. تا اینکه من همجوری که وایساده بودم و همه مستعجل چیکار کنیم چیکار نکنیم، یهو دیدیم که هایده از اون دور داره میاد. زمستونم بود و یک کت پالتوی پوستم روی تنش بود و ابهتی از اون دور داره میاد. خانوم داره میاد. یهو محمد حیدری برگشت گفتش که بابا هایده کجایی؟ گفت با من چی کار داری؟ به من گفت چرا پایینی؟ معین کجاست؟ چیه جریان؟ گفتم محمد حیدری گفتش که نمیذاره شهناز بره بالا بخونه. گفت کی نمیذاره؟ گفت صاحب این سالن میگه ساعتی 10,000 دلار باید بدید. ده دقیقه هم باید به خونه اضافه بشه، باید 10,000 دلار بدید، حتی 10 دقیقه اضافه به خاطر پروژکتورها، به خاطر
گفت نمیذارن بخونه؟ گفتش که نه. گفت آقای انور، انور تو زنده ای، بیا تو گوش صدا کنی، شده زنده باشی همیشه. آقای انور این چه مسخره بازی، عصبانی شد، داد بیداد کرد، گفت اگر قرار نیست بخونه چرا پوسترش رو زدی؟ شهناز تهرانی نمیخونه، منم نمیخونم، هایدم نمیخونه، بیا بریم. دست منو گرفت و منو با خود گفتم هایده حالا سر کن، گفت بیا بریم بهتون میگم. من و هایده راه افتادیم، این راه دو رو رفتیم، هیدنی میزد تو سرش، اون یکی از اون و این رو انبر از اون بدبخت شدیم. 5000 نفر آدم اینجا، 500 نفرش هم نمیشه نگرده. گفت نمیخونم، حرمت خام هنرمند رو باید نگه دارید، حرمت رو بدین 10,000 دلار. آقای انور بودو اون یکی ها، آقای حبیب کرد و بچه ها همه بودو بودو رفتن با یارو صحبت کردن فلان کردن اینا، بودن 10 دقیقه بره بالا، اگر اوور شد 10 دقیقه گذشت ما 10,000 دلار میدیم. هایده گفتش که من 10 دقیقه کم میخونم، شهناز تهرانی بخونم. ببینین هایده کی بود. ما رفتیم بالا و یه دونه آهنگ من خوندم. عزیزای من خواننده نیستم، من بازیگرم. گاهی در لباس یه خواننده میرم رو صحنه، میخونم، میرقصم، مردم رو شاد میکنم. گاهی در نقش یه مادر، گاهی در نقش یک پرستار، گاهی در نقش یک زن بدکاره، گاهی در نقش یک مترس، چون بازیگرم. ولی خواننده نیستم، وگر این روزها در غربت خوندم فقط به خاطر امرار معاش و به خاطر اینکه ارزش شهناز تهرانی پایین نیاد. من که نمیتونم برم مکدونالد کار کنم، من که نمیتونم برم اداره کار کنم، من که نمیتونم برم سیگرتر بشم، من بازیگرم، من چهرم، مجبورم تو یک کتگوری برم، یه جایی کار بکنم که به هنرم نزدیک باشه. پس بنابراین خوندم به عشق بانو هایده و وقتی که روی صحنه بودم هایده پرده رو زده بود کنار، اونجا وایستاده بود داشت نگام میکرد که وقتی یک دونه آهنگ خوندم، اونم از خود خانم هایده خوندم، وقتی صداش کردم گفتم آسمان پرفروغ آبی، آسمان زیبای اسرائیل، پرندهی پرواز کرد به نام هایده، نشست در این مکان به عشق ایرانی امشب بخواند. این شمای هایده که مردم جلو پاش بلند شدن. هایده اومد، یه لباس پروانه‌ای خیلی خوشگل ترش بود، مثل پروانه اومد منو بغلم کرد، در آغوشش گرفتم، دست منو گرفت علی، به مردم گفت که شما میدونین این کیه؟ این لیلای صمده. ایران یه لیلا داره، یه شهناز تهرانی، ارزششو بدونی. من چجوری میتونم این بزرگوار رو فراموشش کنم؟ چجوری میتونم این سوره است برای من، این ایمانه، این دعاست، این خدای روی زمین منه. و اون روز به نام شهناز تهرانی، به نام لیلای صمد، به نام کسی که توی هنرمنداست، در نه بازیگره نه خواننده، ولی هست و یک خواننده ارزشمند، بانوی ایران زمین دست رو میگیره و میگه ما یه شهناز تهرانی، یک لیلای صمد بیشتر نداریم. اون برای من ارزش داره، من تا نفس آخرم عزادارم برای هایده. و یادتون باشه که یه روز دیگه هوا بهتر شده بود، آقای معینم خوند و اون شب اجرا شد، یه روز دیگه
آقای معین رفت توی دریا، عکسش هم دارم بهتون میدم بذارین اینجا. من و محمد حیدری و آقای معین توی دریای تل آویو بعد از کنسرت ساعت 4 صبح آقای معین رفت تو دریا ربنا رو خوند. تمام پنجره های رو به دریا چراغاش روشن شد، سراشون رو کردن بیرون که این صوت آسمانی کیه عزیبا. من دو تا خاطره خیلی قشنگ هم از بانوی خودم هایده، هم از استاد معین عزیزم که بسیار باهاش زندگی کردم تو کنسرت ها. با یه شب دیگه راجب معین خواهم گفت و عشقی که من به ارزش تک تک هنرمندا دارم و آرزو میکنم که هر آنکه که رفت روح شاد، یادش گرامی، هر آنکه که هست خداوند عمر طولانی بهش بده. تو انتهای این برنامه باید ازتون قول بگیرم که یک بار دیگه بپردازیم به این سفر، چون من این سفر داستانش رو از شما به صورت کامل شنیدم، میدونم که خیلی از اتفاقات ریز و درشت و شما خلاصه کردید و نگفتید که بتونه در قالب یه برنامه یا دو برنامه نمیشه. ماجرای نیویورک یه چیز دیگه است. آره ولی... ماجرای کنسرت نیویورک یه چیز دیگه است. آره. ماجرای کنسرت های اسرائیل بود و شهرهای کوچیکش و خاطرات قشنگ و من و الله اکبر های ده. ولی واقعا اینا جزء یه سند تاریخی ثبت میشه و دیگران در آینده خواهند دید که ما چه هنرمندانی مثل هایده داشتیم که حتی زمانی که در جایی بوده که هیچ زوری، هیچ اجباری، هیچ اکراهی، میگن لا اکراه فی الدین، اینجا بوده، یعنی هیچ اکراهی براش نبوده که آقا اینو مجبورش بکنه آقا بیاد اذان بگه، بیاد از خدا، عشق بوده و لا غیر، رفیقش بوده که باهاش بوده، بهش حال خوب داده، دوتایی یه حس خوب گرفتن از همدیگه و رفتن اون حس ملکوتی رو ساختن. واقعا دست مریضات این برنامه بماند به یادگار و امیدواریم به شما و عاشقان هایده و معین خورده باشید و در انتهای برنامه یه بار دیگه از بانو شهناز تهرانی تشکر میکنم و بزنیدش یه دونم میخوام بوس کنم به این آنش فرخزاد. چی بود دست همه زنها رو ماش میکردش اون زمان؟ اون شخصیت آقایش بود بس وقتی من بخواستم بوس کنم باید اینوری بدی دستم. خب انگوشترم بچه بود انگشتر ماچ کردم که ببینم اصل یا بدله. یه چیزی افتادم، مایی رفته بود ژاپن برنامه بذاره، مایی جو الهی 120 سال زنده. آقا همینجاست، میرم صداش میکنم میاد. به چونه تو رفته بود ژاپن برنامه بذاره، بعد بچه ایرونی ها که تو ژاپن بودن میرن کنسرتش، میگه می دست دو باش کنیم. نه دستش اینجوری میکنی که باش دست بدن. با این یه دونه انگشتر نل داره، نل بلریانی گروغه، من این رو خواستم دستش در یاد موقع خوندم بگم سفر کردم که از یادم بری، این خواستم بکشن انگشتر اینجوری با این رو اما نمیشه، اما نمیشه. آخر یه نفر اونجا اسمانی بوده خیزش گریه بوده آقا داشتن انگشتر بلریان واده از دست موین تو بتونی انگشتر در بیاری؟ گیوتین هم میابردن اونجا میدنی؟ یه دفعه موین من گفت داده عجب بدبختی داری چی شده؟ یه نفر رفته
پول صدقه جمع میکردم برای خانواده. رفته گفتن آقای معین $10,000 از طرف معین. معین من آقا دروغ میگه. آقا من غلط کرده باشم، اصلا نه من چی حرفی نمیزنم بابا. از طرف یه نفر صدای معین رو عداشو در برده بوده، نمیم که فکر کنم مایکل بوده. صداشو در برده رفته از طرف آقای معین $10,000 بود. زنگ زدم بهش، آقای معین بله بفرمه، شما $10,000 باید چک بده. بود دادا بابت چی؟ گفته بابت دیشب زنگ زدی بابت صدقه این خانومی که تو رادیو، تو رادیو دیگه توش مونده بوده دیگه. دادا یه نفر دشمنی کرد. فکر کن از این دشمنی ها بیان خدایی نکرده با من شما بکنن. تو رادیو استابا، تو رادیو فلان بیان زنگ بزن. من شهناز تهرانی هستم. نه بابا ادای من رو هیچ که نمیتونه داره. نه من دیالوگ های مخصوص خودم رو دارم. امیدوارم که هیچ وقت همچی اتفاقی نیفته. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. ممنونیم از مهدی، عاشقتیم آقا مهدی.